اینها آثار ال آناتسویی هستند. از دور شبیه پارچه ای آویخته و پرچین و شکنند که گهگاه گوشه هایی تا شده هم دارند. اما اگر از نزدیک نگاهشون کنیم میبینیم که بافته های فلزی از جنس در بطری نوشیدنی های الکلی هستند. این درها با سیم به هم وصل شدن. آناتسویی با استفاده از این در بطری های به درد نخور و دور انداختنی تونسته ترکیب های رنگی چشم نواز، بافت های متفاوت و مجموعی از حجم های متنوع بسازه و جلوه های چشمگیر خلق کنه. آناتسویی در غنا متولد شده اما عمدتاً در نیجریه کار میکنه. این مجموعه بافته های فلزی مال دوره کاری 15 سال اخیرش هستند. اما آناتسویی کار با مواد و مصالح روزمره و دم دستی رو در دهه 70 میلادی آغاز کرد. There are no artwork in the home I grew up in since I grew up in the mission house. من به یه مدرسه متعلق به مبلغان مسیحی می رفتم. اونجا از اثر هنری خبری نبود. تنها چیزی که پیدا می شد نقاشی های مذهبی و تصویر های مرتبط با ادبیات مسیحی بود که ریشه در یک فرهنگ دیگه داشت. این مسئله باعث شد به فکر بیفتم. میراث فرهنگی خودم رو جستجو کنم و به دنبال هنری برم که ریشه در فرهنگ خودم داره. وقتی تحصیلم در رشته هنر تموم شد، با ایده ها و فرم هایی که از فرهنگ بومی نشأت می گرفت، شروع کردم به آزمون و خطا با مواد و مصالحی که دور و برم بود. در کارهای اولیم از سینی های چوبی که در بازارهای آفریقایی می بینید الهام گرفتم. مردم باهاشون راحت ارتباط برقرار می کردن و جذبشون می شدن. در دهه های 80 و 90 میلادی، ال آناتسویی به ساخت نقوش برجسته چوبی رو آورد. آثاری ساخت که قطعاتشون جابجا میشد و میشد باهاشون آرایش ها و ترکیب های متفاوتی به وجود آورد. امکان ایجاد تغییر در کار در طول زمان برای آناتسویی جذاب بود. او که به استفاده از مواد و مصالح محلی و بازنمایی هویت آفریقایی علاقه داشت، تصمیم گرفت به جای خلق تصاویری ثابت و تغییرناپذیر، مجسمه‌هایی بسازه که بشه مثل قطعات پازل آرایششون رو تغییر داد و آثاری به وجود آورد که خود آناتسویی بهش میگه فرم‌های ناپایدار. امروز بافته های فلزی آناتسویی در کارگاهش در شهر نسوکای نیجریه ساخته میشن. در این کارگاه حدود 20 دستیار درهای بطری رو صاف میکنن، به هم میچسبونن و قطعات کار رو میسازن. این قطعه ها بعدن به هم وصل میشن و اثر کاملی به وجود میارن. تا وقتی همه قطعات کنار هم چیده نشدن، کسی نمیدونه اثر نهایی چه شکلی خواهد داشت. درهای بطری از فروشندگان محلی که کارشون جمع‌آوری و فروش مواد بازیافتی خریداری میشه. بنابراین اگرچه این درهای بطری آشغال و دور ریختنی‌اند، اما بخشی از اقتصاد محلی محسوب میشن و آدم‌های زیادی در چرخه بازیافت و تبدیل اونها به اثر هنری دست دارن. این کارها میتونن مفاهیم مختلفی رو به ذهن مخاطب متبادر کنن. میتونن ما رو به یاد فرهنگ مصرفی، تولید بی‌رویه زباله یا مصرف بیش از حد مشروبات الکلی بیاندازن. با این حال خود آناتسویی هیچ وقت کارهاش رو تعبیر نمی‌کنه و قصد القای پیام خاصی رو هم نداره. این بافته‌های فلزی مثل نقوش برجسته چوبیش قابل تغییرن. هر بار که به دیواری آویخته میشن شکل متفاوتی به خودشون میگیرن و چون دورو دارن هم میشه از سمت رنگی آویزونشون کرد و هم از طرف براق فلزی. آناتسویی گفته وقتی شروع به خلق این آثار کرده فکر میکرده فقط چند تا کار به این سبک میسازه، اما حالا که بیشتر از 10 سال گذشته فکر میکنه تا پایان زندگیش میتونه به ساخت این بافته ها ادامه بده، چرا که متوجه شده با همین مصالح ناچیز و ارزون میتونه دنیای بی پایانی از اشکال گوناگون خلق کنه.
Thank you.